تلاش دانشگاه آکسفورد برای مقابله با ابرباکتری‌ها. دانشگاه آکسفورد با دریافت کمک 100 میلیون پوندی از سوی شرکت چند ملیتی صنایع شیمیایی نیوس، قصد دارد تحقیقات یکی از مؤسسه‌های خود را روی مقاومت عوامل بیماریزا در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها متمرکز کند. با توجه به افزایش ابرباکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها، محققان آکسفورد علاوه بر توسعه داروهای جدید برای انسان‌ها و حیوانات، در رابطه با افزایش آگاهی عمومی برای استفاده مسئولانه تر از آنتی‌بیوتیک‌های موجود تلاش خواهند کرد. تخمین زده شده است که تا سال 2050 سالانه حدود 10 میلیون نفر بر اثر ناکارآمد شدن داروهای آنتی‌بیوتیک در برابر بیماری‌های به وجود آمده توسط ابرباکتری‌ها جان خود را از دست خواهند داد. اتفاقی که ممکن است به چالشی جهانی تبدیل شود. ساخت پروتئین کمک کننده به درمان آسیب نخایی. دانشمندان آلمانی در مطالعه جدید توانستند توانایی حرکت یک موش را که دچار آسیب نخایی شدیدی شده بود بازگردانند. این محققان با به وجود آوردن یک پروتئین مخصوص و تزریق آن به مغز موش توانستند سلول‌های عصبی او را وادار به احیای مجدد کنند. پیش از این مطالعات نشان داده بود که تحریک نخای آسیب دیده می تواند بخشی از توانایی حرکتی را به دست یا پا بازگرداند، اما در این مطالعه جدید دانشمندان نخای آسیب دیده موش را به وسیله پروتئین یاد شده ترمیم کردند. در صورت موفقیت آمیز بودن این نوع درمان در موش‌های دیگر، انتظار می رود در سالهای آینده آزمایش این شیوه روی انسان‌ها نیز انجام شود. پیشبینی بی خطر شدن کووید 19 به مرور زمان. مطالعه جدید نشان می‌دهد بیماری کووید 19 در نهایت به یک بیماری کم خطر مانند سرماخوردگی تبدیل خواهد شد. محققان این مطالعه با بررسی سرنوشت 6 ویروس کرونا پی بردند 4 مورد از این ویروس‌ها در حال حاضر به ویروس‌های کاملاً بی خطر تبدیل شدند، اما 2 ویروس پدید آورنده بیماری‌های سارس و مرز همچنان بسیار خطرناک هستند و با این حال به طور کامل مهار شدند. در این مطالعه مشخص شد همانطور که جوامع بارها و بارها در معرض ویروس ها قرار می گیرند، خطر این ویروس ها نیز به مرور زمان کاهش می یابد. الهام از شاه میگو در استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی. محققان استرالیایی الگوی جدیدی برای استفاده از بتن در چاپ سه‌بعدی یافتند که می تواند استحکام بسیار بیشتری به سازه ها ببخشد. این محققان با الهام از الگوهای منحنی شکل موجود در پوسته شاه میگو متوجه شدند در صورتی که بتن ریزی مطابق با الگوهای منحنی روی پوسته این سخت پوست انجام شود، با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی می توان ساختمانهای بلندتر و محکمتری ساخت. روشی جدید برای مقابله با ریز پلاستیک ها. یکی از مشکلاتی که در راه مقابله با آلودگی ریز پلاستیک ها وجود دارد، اندازه بسیار کوچک آنهاست که باعث می شود جمع‌آوری‌شان از دریاها و اقیانوس‌ها بسیار دشوار شود. در حال حاضر شیوه‌ای جدید برای مقابله با این آلودگی ابداع شده که می تواند ریز پلاستیک‌ها را از بیش از ورود به اقیانوس‌ها از بین ببرد. در این روش فرایند اکسیداسیون الکترولیتی در جریان آب فاضلاب انجام می شود که در نهایت ریز پلاستیک‌ها را به سمت دریاها و سپس اقیانوس‌ها هدایت خواهند شد. این فرایند باعث تجزیه ریز پلاستیک ها و تبدیل شدن آنها به کربن دی اکسید غیر سمی و مولکول های آب می شود.